بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، خدمت همه شما سلام دارم و انشاءالله که وقت همگیتون بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه آموزش نور از راه دور و تلاوت امروز به حول قوه الهی آیه 79 از سوره نحل خواهد بود. با هم گوش جانی بسپریم به تلاوت این آیه و بعدش میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بله، آیه 79 از سوره نحل. الم یارو الى الطیر، الم یارو میمی ساکه، بعدش یا اظهار شفوی، را فتحه داره، حکمش استعلاست، الطیر الف لام شمسی و طا از حروف استعلاست و را ترقیق هست اینجا چون کسره داره. مسخرات، خا از حروف استعلاست، را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه، حکم استعلا به خودش میگیره. تنوین بعدش فا، اخفای حقیقی، از سما الف لام شمسی و از سما مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد میخواد. ما یمسکهن، میم ساکن با سین اظهار شفوی، الا الله، لفظ جلاله مفخم یا تفخیم هست، غلیظ تلفظ میشه چون قبلش فتحه اومده. میگیم ما يمسكهن إلا الله، إلا الله، را لفظ جلاله رو ترقیق نمیکنه، نمیگیم إلا الله، نه إلا الله، دهان جمع میشه. إن في ذلك، نون مشدد که دیگه همیشه ما گفتیم و عادیس و گفتیم هر جا نون و میم تشدیددار تو قرآن هست همه به مقدار دو حرکت قول نمیدیم. لآیات لقوم، لآیات اینجا مد بدل هست، در آیات مد بدل هست، به مقدار دو حرکت کشیده میشه. تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه، لآیات لقوم یؤمنون، و تنوین بعدش یا، ادغام با غنه. اونجا تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه، و اینجا تنوین بعدش یا، ادغام با غنه. یؤمنون، مد آرزل سکون به مقدار 2 یا 4 یا 6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 79 از سوره نحل. اما آیه 80 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. بله، آیه 80 از سوره نحل. والله، لفظ جلاله مفخم هست، تفخیم هست حکمش چون قبلش فتحه اومده. جعل لکم من بیوتکم، میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی، من بیوتکم نون ساکن بعدش با اقلاب یا قلب هست، بیوتکم سکنن، میم ساکن بعد سین اظهار شفوی، سکنن و جعلت تنوین بعدش واو ادغام با غنه، و جعل لکم من جلود الانعام، لکم من میم ساکن بعدش میم ادغام شفوی، من جلود نون ساکن بعد جیم اخفای حقیقی، الانعام
الف لام قمری، نون ساکن بهش عین اظهار حلقی. بیوتن تستخفونها، تنوین بهش تاید نقطه اخفای حقیقی. یوم ضعنکم، یوم ضعنکم و یوم اقامتکم. ضعنکم و یوم ضعنکم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. اقامتکم، قاف اینجا از حروف استعلاست و الف هم تابع قاف حکم استعلا به خودش میگیره. و یوم اقامتکم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. دقت کنید روی و یوم اقامتکم، اینجا لام کوچیکی گذاشته شده، دلالت بر اینه که اینجا توقف ممنوع است، یعنی نباید روی و یوم اقامتکم توقف بکنیم. اگر نفس کم آوردید و توقف کردید باید برگردید، بگیم یوم ضعنکم و یوم اقامتکم و من اصوافها و اوبارها، چون معنی هنوز کامل نشده و باید ما معنی رو کامل بکنیم. و من اصوافها، یوم اقامتکم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی، و من اصوافها نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی، و اوبارها را ترقیق است اینجا چون کسره داره، و اشعارها باز را ترقیق است چون کسره داره. مدی که در و اشعارها اثاثا، و اینجا مد جایز منفصل به مقدار 4-5 حرکت جوازن مد میخواد. اثاثا و تنوین بعدش واو ادغام با غنه، و متاعا الى حين، و متاعا الى حين تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. الى حين مد عرض للسکون به مقدار 2-4-6 حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 80 از سوره نحل. اما آیه 81 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. بله، آیه 81 از سوره نحل. والله، لفظ جلاله مفخم هست، تفخیم هست چون قبلش فتح اومده. جعل لكم مما، میم ساکن بهش میم ادغام شفوی، مما میم مشدد دو حرکت رو نمیدیم، خلق خلق نیوکی خا و قاف هر دو از حروف استعلا هستن، ضاد هم از حروف استعلا است، ظلالا و جعل تنوین بعد شما ادغام با غنه، و جعل لکم من الجبال میم ساکن بهش میم ادغام شفوی، الجبال الف لام قمری، اک اکنانا و جعل اینجا کاف صفت همس داره، اک اک اکنانا و جعل تنوین بعدش واو ادغام با غنه، و جعل لکم سرابیل میم ساکن به سین اظهار شفوی. سرا را اینجا مفخم هست، حکم استعلا به خودش داره، حکم استعلا داره چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ طرف میشون. سرا سرابیل تقیکم، تقیکم و قاف هم از حروف استعلاست، تقیکم الحر و را مفخم هست چون فتحه داره، و سرابیل باز مثل سرابیل قبلی را مفخم است و الف هم تابع را مفخم میشه. تقیکم بأسکم میم ساکن بهش با اخفای شفوی، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. اینجا اگر ما توقف کردیم و گفتیم با سرابیل تقیکم بأسکم، توقف کردیم، مد عادی است. اما اگر بخوایم عبور بکنیم، تقیکم بأسکم کذالک، میم ساکنش کاف اظهار شفوی میشه، کذالک یتم نعمته، یتم یتم میم مشدد دو حرکت قول نمیدیم، نعمته
های ضمیر مد صله صغراست. علیکم لعلکم تسلمون. میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی. میم ساکن بعدش تای دو نقطه اظهار شفوی. لعلکم تسلمون. تسلمون مد عرض سکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بگیریم. اینم از احکام آیه 81 از سوره نحل. آیه 82 بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. بله، آیه 82. فَإِن تَوَلَّوْا نون ساکن به اشتهای دو نقطه اخفای حقیقی. تولو نگاه کنید در عربی چگونه تلفظ تولو. فَإِن تَوَلَّوْا یعنی لب غنچه میشه تولو. در فارسی ما بگیم تو، یعنی دندانهای بالایی میخوره میاد فرو میره در لب پایین، میگیم تو و و. ولی در عربی میگیم و و. فَإِن تَوَلَّوْا فإنما نون مشدد دو حرکت قرن نمیدیم. عليك البلاغ المبين. البلاغ الافلام قمری و غین از حروف استعلاست. المبين مد عرض للسکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 82 از سوره نحل. آیه 83 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. بله، آیه 83 از سوره نحل. يعرفون، يعره را ترقیق است چون کسره داره. نعمة الله لفظ جلاله مفخم هست، تفخیم هست چون قبلش فتحه اومده. ثم میم مشدد دو حرکت قرن نمیدیم. ينكرونها نون ساکن باش کاف اخفای حقیقی. را مفخم هست چون حکمش استعلاست چون ذمه داره. ينكرونها واكثرهم الكافرون. و اک کاف صفت حمز داره، را تفخیم هست چون ذمه داره. الكافرون الفلام قمری. الكافرون را مفخم هست باز اس حکمش استعلاس چون ذمه داره. الكافرون مد عرض سکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت بدونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 83 از سوره نحل. آیه 84 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. بعد آیه 84 از سوره نحل. و یوم مد تبعیس. نبعثو باق القلم میخواد چون ساکن اینجا. من کل اخفای حقیقی نون ساکن باش کاف. امت شهیده میم مشدد دو حرکت قلنه میدیم. تنوین بعد شین اخفای حقیقی. شهیدن ثم باز تنوین بعد سایت نقطه اخفای حقیقی. میم مشدد دو حرکت قلنه میدیم. لا يؤذن مد تبعیس للذین لام شمسیست. کفرو را حکمش استعلاسشون زمه داره. ولا هم يستعتبون میم ساکن بهش یا اظهار شفوی. يستعتبون مد عرض سکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 84 از سوره نحل. اما آیه 85 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. بله. وإذا رأى الذين، مد تبعیس و اذا، را الذین، را تفخیم هست چون فتحه داره. ظلمو ضاد از حروف استعلاز غلیظ طرف میشه، العذاب الافلام قمری، فلا یخفف خا از حروف استعلاز عنهم و نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی، میم ساکن بهش واو اظهار شفوی، ولا هم ينظرون ميم ساكن بش يا اظهار شفوي، ينظرون نون ساكن بش ضاد اخفاي حقيقي، ضاد از حروف استعلاس را هم حكمش استعلاس چون زمه داره، ولا هم ينظرون مد عرض للسكون بمقدار دو يا چار يا شش حركات ميتونيم مد بديم. اينم از احكام آيه 85 از سوره نحل. آيه 86 از سوره نحل بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا رأى الذین اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بله، آیه 86 از سوره نحل. و اذا مد تبعیس، را الذین، را حکمش استعلاست، اشرکو را تفخیم هست چون فتحه داره، شرکا باز را تفخیم هست فتحه داره، شرکا مد واجب متصل، میم ساکن بهش قاف اظهار شفوی، ربنا هؤلاء مد اول مد جوازی منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن، مد دوم مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبن مد بخواد، شرکه اونا باز مد واجب متصل، کن ندعو دال قلقله میخواد، من دونک اخفای حقیقی، فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون، میم ساکن بعدش لام اظهار شفوی، لکاذبون مد عرض للسکون به مقدار دو یا چهار یا شش حرکت میتونیم مد بدیم. اینم از احکام آیه 86 از سوره نحل و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تنجا مورد توجه و استفاده همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما یاران رو به خداوند بزرگ بسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.